این روبرتو آگود الان داره بازی میکنه و ست دومش رو هم برده، یعنی ست اول باخته، که مثل همه که به جوکوویچ میبازن ایشون ست اول باخته، باخته گفتم آره نگفتم بافته، آها ست دوم سومی رو هم باخت. الان 2-1 جوکوویچ جلوه، بنابراین به احتمال قوی اونم میبره، چون داره 6-2 و 6-3 برده اما 4-6 باخته. این که میره بالا وقت باید با برنده جوکوویچ، با برنده نادال و فدرر قرار بازی کنه. اما خانم ها 4 تا شده بودن دیروز، حالا شدن 2 تا. سرنا ویلیامز دختر چک رو شکست داد و آمد بالا، و خانم هالپ قهرمان اوکراینی رو مغلوب کرد و آمد بالا. بنابراین سیمونا هالپ با سرنا ویلیامز قراره که فردا فینال زنان رو برگزار کنن در ویمبلدن. اما یه چیز متفاوتی امسال پیش اومد که خبرساز شد. معمولا دبلا رو خیلی داغ نمی کنن، یعنی هم مردم میگن دبلا خود دو نفر این ورن دو نفر اون ور، ممکن علاوه تماشای کمی شیرین باشه، ولی چون وقتی دو نفرن اونطور اهمیت رو بهش نمیدن. اما امسال آخه دو نفر یا هر دو مردن یا هر دو زنن، که خودشون در طبقه خودشون باید برن پولای مفصلی هم بهشون میدن. اما غیر از دو تا مرد و دو تا زن یک کاتگوری دارن به نام میکست، که یکیشون باید مرد باشه یکی زن باشه در هر دو طرف قضیه، هم اینور هم اونور. برای اولین بار بود شاید من دیدم که خانم ویلیامز داره با اندی موری مشارکت میکنه. اندی موری انگلیسی که به اصطلاح باید در ویمبلدون خیلی مطرح باشه، تو مردان نبود ولی در میکس دو نفری باز خانم ها بود. آره، و ایشون بود با خانم ویلیامز بودن، دو تا بازی رو پشت سر هم بردن ولی در نهایت بالاتر نرفتن. یک آقای برزیلی و یک خانم آمریکایی اینها شکست دادن اینا رو و رفتن بالاتر، که اونا هم بعدن گیر کسای دیگه افتادن. در هر حال دیدن خیلی خوب بود، چون اصلا من ندیده بودم که اندی موری و خانم سرنا ویلیامز با هم مشارکت کنن. اما هنوز هیچ کس به ما درباره چرنشیفسکی که آقا این اصلا آقا یه سوال سختی پرسیدی. آقا این همه دانشمند داریم، همه نویسنده داریم، این همه کتاب خوندیم، بلد باشه که حوصله کنه بره این وقت صبح در مورد چرنشیفسکی مطلب بخونه به روسی ببینه اصلا این با فردوسی فامیل بوده یا نبوده. ببین اینقدر مفصل نوشته که این چه احترامی گذاشته به تمام چهره‌های شاهنامه. اون آخه میدونی کتاب چه باید کرد، یه کتاب پرفروشی بود در ایران در زمان کودکی ما، اصلا کتاب قطوری هم بود در کنار کتاب مثلا دون آرام گذاشته بودن. در دون آرام یادتونه شما؟ دون آرام کتابش رو یادمه ولی هیچ وقت نخوندیم. فقط یادمه که مادر من همین کتاب رو در کتابخونه خونمون داشت، کنار کتاب پر مانسین. چند تا کتاب بود که اصلا کتابای سنتی کتابخونه های ایرانی بود دیگه. پر بود، این بود، بی‌نوایان بود، ماتیسون نبود، ماتیسون میبی نمیدونم. بله به هر حال این چند تا کتاب بود که همیشه این که تو کتابخونه ها بود، چند تا رمان بود که تو همه کتابخونه ها تقریبا پیدا میشد. پر بود، پر عاشقانه بود، پر خیلی عاشقانه عمیقه بود، بی‌نوایان بود، همین دون آرام بود، یه کتاب مادر ماکسیم گورکی بود، نه جنایت و مکافات بود، جنایت و مکافات و جنگ و صلح، جنگ و صلح تو خونه ما نبود. یه کتاب دیگه هم بود، من بی‌نوایان رو گفتم، بی‌نوایان رو گفتم، یه کتاب دیگه هم یادمه که اینا همیشه اون بالای کتاب خونه بود، 4 تا کتاب قطور کنار هم دیگه. البته پر خیلی قطور نبود نسبت به اونای دیگه. پر یه عاشقانه بود که خیلی به خود خانوما میپسندیدن، خیلی خیلی. الان هم مثل که تو راه زندگی هر هفته یه تیکش رو مینویسن. جدا؟ در مجله راه زندگی، راه زندگی اینجا پر رو داره به طور مسلسل چاپ میکنه. و بعد اینکه پرم گفتید یه کتاب معروف موقع ها چیز بود از آقای جک لندن بود، سپید دندان کتابای ویکتور هوگو در وقتی که من کودک بودم، چون من
سال 56 که به دنیا آمدم، دوران کودکی من مال بعد از انقلابه. خب ما عموما مملکت دستخوش تغییر و تحول بنیادین شده، خیلی چیزا تغییر کرده دیگه، ولی کتابای ژول ورن اون زمان خیلی مد شده بود بعد از انقلاب در سالهای دهه 60. 20 فرسنگ زیر دریا، 20,000 فرسنگ زیر دریا. دور دنیا 80 روز. دور دنیا در 80 روز. البته من این کتاب دور دنیا در 80 روز رو در خانمون نداشتم. من 20,000 فرسنگ زیر ماه، سفر به ماه و 20,000 فرسنگ زیر دریا و سفر به ماه رو توی کتاب خونمون داشتیم. یه مجموعه کتابای دیگه ای بود که اون زمان خیلی داغ شد بعد از انقلاب، مثل کتابای بزرگ علوی در همون سالای انقلاب و بعد از انقلاب در حقیقت داغ شد، مثل اون کتاب چشمایش بزرگ علوی یا بعضی از کتاب‌هایی که تفکرات چپ توشون تبلیغ می‌شد. اصولاً چپی‌ها در ادبیات ایران در سواد خیلی خیلی کمک کردن، چون که خیلی به طرف کتاب رفتن و کتاب‌های خیلی جنجالی نوشتن. مثلا من یادم تو کتابخونه کتابخونه‌مونو مرور می‌کنم، حالا الان می‌فهمم که احتمالاً نکنه مادر منم مثلا نگاه چپ داشته یا تفکر چپی. مثلا کتابای غلام حسین صایدی من یادمه که حتما تو کتابخونه ما بود. نه اولا اون موقع اصلا چپ بودن به عنوان افتخار بود، نه به عنوان ننگ نبود. چپ بودن پوز بود و بله من ما دارم، ما مثلا وقت خیلی را ما چپ قبول داشتیم، مثلا اون جک لندن بله کمونیست داشت که مثلا نبود واقعا. آقا گفتیم از جک لندن گفتیم به حالا که از لندن اسم اومد، من یاد انگلستان و کتاب و این حرف افتادم، نمیتونم نام جورج اورول رو نیارم. یعنی اگر ما در مورد ادبیات صحبت کنیم به اورول نپردازیم، قلعه حیوانات رو نبینیم یا از 1984 اسم نیاریم، خطا کردیم. اول باید آیدین رو راضی کنید. نه همین اسم آوردیم دیگه، حالا آیدین میخواد راضی باشه نباشه، البته آیدین راضیه. هر Advanced Eye Surgery Clinic با حضور دکتر جان رضاپور، جراح و چشم پزشک سرشناس جامعه ایرانی و همکاری جراح توانمند چشم دکتر پژمان بختیاری و بهره گیری از آخر
آقای کمالی، شما الان در یوتیوب قابل مشاهده هستیم و در حال حاضر که ما داریم با هم صحبت میکنیم به لطف جناب آقای حجیر صلی الله علیه و آله و سلم که اینجا نشستند و اون چیز دستشونه، اون اختیار عمل دستشونه، تعداد 16 نفر نیز در حال مشاهدت شما هستند. فقط حالا الان ما اعلام کردیم، یعنی میره بالا، دوستان بریم بالا، آقای کمالی میخواد اثبات کنه که 16,000 نفر نیستن؟ نه اینا فقط 16 عدد نفرم. آقا اصلا اعلام نکردیم که ما رو آنتنیم، لایو یوتیوب هستیم، یوتیوب باید باشن. اوکی. اصلا اعلام نکرده بودیم که همین اعلام نکردیم 16 نفر الان اونجا دارن شما رو به زیبایی نگاه میکنن و هضم میکنن از مشاهدت این سیمای برازنده و این پیرن جدید. اون پیرن شما به دلایل خاصی معلوم نیست. الان که اومدین این ور یه مقداری معلوم شد. اگر دوستان به ما بگن که رو سینه ای آقای کمالی این تیشرتی که تنشونه دقیقاً چی نوشته، این دیگه میشه حدس زد. نه حدسی نیست چون یه خط وسطشو نمیشه حدس زد، خط بالا و خط پایینشو میشه حدس زد ولی خط وسطشو نمیشه حدس زد. آقا ببینیم این دوستان میتونن بگن که روی این سینه این تیشرت بسیار زیبای شما که امروز تنتون کردید و به من و آیدین ندادن به شما دادن چی نوشته. شما اگر همون تو بنویسن، آره همینجا در یوتیوب هم برامون کامنت بذارن. مثل این که الان آقای خانم پری رستمی گود مورنینگ با لبخند فرستادن. البته اینجا گود مورنینگ با لبخند ننوشته، نوشته KIRN 678M و بقیهش. بگیم چی نوشته؟ حالا دیگه شما بقیهش بگید دیگه. آره. ولی آقای کمالی شما یه ذره خواهش میکنم اگه ممکنه کلند یه ذره وقتی خودتون رو یه نشونی بدین که این دوستان عزیزی که دارن نگاه میکنن بتونن ببینن. اصلا داستان پیرنها چیه؟ چی شده؟ کجا آمد؟ والا به ما خاکستری شده دادن، به شما سیاه شده دادن، بعد میان سیاهی بالاتر رنگی نی. هدیه به مثلا صاحبان کالاهاست یا به هواداران رادیو؟ نمیدونم. این برای اینه که موقعی قرارداد امضا میکنن هدیه تقدیم بشه، فکر کنید. یعنی به مردم تیشرت هدیه میدن؟ نه، به اونایی که آگهی سفارش میدن. به آگهی دهنده یه تیشرت هم باید بگیرن. مثل کلاهایی که بود دیگه، کلاها رو اشکار میکردن. کلاها رو نمیدونم، کلاها رو به مردم میدادن. کلاها رو میدادم مثلا تو این مهمونی ها تو این ایونت هایی که فستیوالا. آره تو این ایونت های مختلفی که رادیو میرفت یه غرفه ای رو فراهم میکرد و اونجا گفتگو میکرد با مرد. آقا همین جوری داره میاد، It's the radio logo. خب با میدونم It's the radio logo، ولی بگین دقیقا چی نوشته. شما متن نوشته رو بزرگواری کنیم برای اون، همونجا تکس کنید. رخنما نداریم آقا. همین جوری دوستان دارن کامنت میذارن، تعداد عزیزان رو به افزایش هست. خواهش میکنم که بگیرید. دوستان گرامی ما رو خط هستن. صبحتون بخیر. الو جانم بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. من یه سوال داشتم. اسم اون خواننده‌ای که رای دفتر نیوز آهنگی ازش گفت، از فامیلای خود چیز بود، آیدین بود. آیدین فامیل موئزی موئین زی موین زی موین، اما زی نه موین واقعی. موین زی موین زی اسم آهنگ بکنی. جاده حراز Thank you so much. الحمدلله شما امشب راحت بخوابید. الو صبح بخیر. چرا میخندی شما اینقدر؟ صبح بخیر، خواهش میکنم. حرف نمیزنید، خداحافظ، بای بای. خط بعدی، صبح بخیر. الو سلام جانم، بفرمایید. خامی هستم، حال تو خوبه قربان؟ مرسی، بفرمایید. من تو یوتیوب نیستم خب، ولی حدس میزنم روش نوشته این لباس مال کسیه که من حامی خیلی دوستش دارم. We love you too. I love you. خیلی. کجا هستید الان؟ من تو هم دیپو هم هم دیپو، یعنی کار میکنی یا چیز میخرید؟ دارم چیزی میخرم، من کانسترکشن هم. Oh very good. چی میسازید معمولا؟ ما ریمودلی میکنیم، خونه میسازیم. بارکلا. آره فدوچم. من البته سیویل انجینیرم، منطقه میدونیم ما تو دانشگاه زیرزمینی ایران درس خوندیم.
برکلا آچر باهایی بودید؟ بله چون باهایی بودیم تو دانشگاه همون ندارم. بذار شماره تون رو بگید مشتری براتون بیاد. شماره تلفن چیه؟ نه نمیخوام فدات بشم. انقدر سرم شلوغه، انقدر دوستای خوب داریم که خدا رو شکر همشون ریکامند میکنن. وقت نداری خیلی پر فدات وقت شم. اسمتون حامیه درسته؟ بله بله حامی هست. برای که حامی یعنی با حامی با هی جیمی؟ هی جیمی. حمایت کننده؟ Okay. من حمایت کننده آقای کمالی هستم. چقدر محبت دارن. شما انرژی میگیرید وقتی دوستان اینطور تلفن میکنن؟ معلومه، چرا که لذت نبرم، حظ میکنم. آقا من بهتون بگم که در یوتیوب بیش از 180 نفر در حال حاضر دارن شما رو میبینن. حالا داغ شد. داغ بد جورم داغ شد. بعد به شدت دارن اظهار نظر میکنن. دوستان زیادی هم پرسیدن فلانی کجاست، یعنی من کجاست، مهدی آقا زمانی کجاست. بعد میخوام بگم که نه دوربینو بر نمیگردونن، مجنی نیست که الان مردم میگن مهدی بیا ایران شده اسپانیا قربونت برم، من نمیرم. هی میگن هی من نمیرم. حالا این چیز نمیرم. حالا یه چیز دیگه من بهت بگم جون. چون اسم مسئله مذهبی آوردی، دیروز با داشتیم من که حرف مذهبی زدم، گفتی مهدی بیا، مهدی خودم رو گفتم آقا من مهدیم مذهبیه. ما داشتیم شیکاگو دارن مسابقات جهانی والیباله و دارن نشون میده. حالا ما کجا نگاه میکنیم؟ من ماهواره هم از ایران میاد، از ایران هم میاد، بنابراین دارن فارسی صحبت میکنن. بعد یه زیرش یه چیزی یه خطی آمد نوشت به افق تهران اذان صبح. اوکی؟ این آمد گوینده گفت وقت اذان صبح هست، التماس دعا. در وسط گزارش والیبال شیکاگو گفت التماس دعا. خب از اون بعد دیگه باخت، از اون بعد دیگه باختن. حالا من اینم بگم که در شیکاگو یادتون نره که یکی از زیباترین ساختمان‌های واقعا آمریکا میشه گفت که مشرق الاذکار آمریکای شمالی که متعلق به بهائی‌هاست در شهر شیکاگو قرار داره. آره دم ویلمت. بله بسیار هم زیباست این ساختمون، یکی از زیباترین ساختمان‌های بله منم دیدم، بسیار ساختمون زیباییه. بهار خیلی خوبی داره. الان هم میدونید باید کجا بریم ما؟ دفتر آقای دکتر فرباد مجد. به به. صبحتون بخیر. صبح شما عزیزان بخیر، جناب آقای کمالی و مهمان عزیزتون، خسته نباشید. و با سلام به تمام همیهنان عزیزم با آرزوی این که هفته خوبی رو پشت سر گذاشتم و آخر هفته بسیار خوب و مملو از شادی رو در پیش رو.
در ایالات متحده و سراسر جهان پشتیبان جامعه ایرانیان در جنوب کالیفرنیا به ویژه در لس آنجلس و اورنج کانتی است. شما نیز می توانید از همینک با تایپ نشانی KIRN67AM در اپ استور و گوگل استور گوشی های خود اپلیکیشن رادیو ایران را تنها با یک کلیک به صورت رایگان دانلود کرده و همراه با دیگر ایرانیان سراسر جهان آسان‌تر از گذشته شنونده برنامه‌های ما باشید. بشنو از نی. محمود افهمی هستم. از این پس هر یک شنبه ساعت 8 تا 9 صبح شنونده برنامه بشنو از نی باشید. ریشه یابی ضرب و مثل های فارسی، تکه کلام های عامیانه، روایات و حکایات شیرین ایرانی. Right now, Doctors Without Borders medical teams are operating in some of the most remote and dangerous corners of the world. When front yards become front lines, at the crossroads of conflict and epidemic, where there are no hospitals, that's where we operate. Your response is critical to our response in places where few others will go. That's where we operate. Learn more at doctorswithoutborders.org. بنیاد غیرانتفاعی بیانکا از سال 2009 در دبیرستان‌ها با کمک گرفتن از روانشناسان با تجربه روش مقابله با مشکلات و رسیدن به هدف و موفقیت در زندگی را به فرزندان شما آموزش داده. اما برای ادامه این راه و تأمین هزینه آن به کمک‌های مالی شما مهربانان نیازمندیم. 213-26-20-256 thebiancafoundation.org. صمیمانه، برنامه ای از دکتر مهدی آقازمانی. با صحبت‌های از جنس صمیمیت، آخرین برنامه هفتگی رادیو ایران 670 AM را یک شنبه شب‌ها ساعت 9 گوش کنید. Online, you can be a witness and make a difference by letting the world know it isn't cool and by letting your friend know you care. Learn more at eyewitnessbullying.org, brought to you by the Ad Council. When Dad needed help getting around, I became his driver. Soon enough, it was up to me to be his housekeeper and financial manager, too. When he moved in, I became his cook and even his nurse. But no matter what roles I play, I know I'm still his daughter. We understand the roles you play. So to help, we created aarp.org/caregiving, where you can connect with experts and other caregivers. Visit aarp.org/caregiving. Brought to you by AARP and the Ad Council. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook. Join us on Facebook, Radio Iran KIRN 670 AM. کمالی، اولین ماشینی که خریدی چی بود؟ اولین ماشینی که خریدم فیلیپس. فیلیپس؟ نه، ماشین ریش تراش نگفت. خودروی سواری عرض کردم خدمتتون. اولین خودرویی که خریدین در ایران چی بود؟ پیکان خریدین، فولکس خریدین؟ چون من دانشجو بودم تو آمریکا، شولت خریدم و با کمال پررویی شولت خریدم. من در سال 62 تو اینجا شولت 61 خریدم. شولت 61 خریدید. خیلی ها اولین ماشینشون فولکس بوده. آره. به هر حال فولکس واگن یک کمپانی بسیار مشهوریه در ایران هم، بعد از بنز از مجموعه اولین خودروهایی که وارد شد و بعد از خصوصا من یه ماشین خریدم $300 قبل از اون، $300 فقط، و با این تمام جنوب آمریکا رو گشتیم و این استودی بیکر بود. استودی بیکر اولد استودی بیکر. شنیده بودی استودی بیکر؟ نه اصلا تا حالا نشنیده. استودی بیکر خیلی معروف. من همش فکر می‌کردم این استودیو بیکر که شما دارید استودی بیکر معروفی بود خیلی. من فکر کردم مثلا یه بیکری تو استودیو سیتیه. نه استودی بیکر رو بزنیم چه ماشینایی از الانم الان گرونن، خیلی گرونن الان. حالا من چرا گفتم ماشین؟ برای این که میخواد یه زمینی رو بسازی که حرفای جالب بزنی. نه میخوام بگم که فولکس
همین قورباغه قدیمی خودمون فلوکس بیتل که زمانی هیتلر میگفت این ماشین مردم دنیاست و حالا داستانای خاص خودش، نه اصلا رسما فولکس واگن یعنی ماشین مردم. کلن این دیگه به تاریخ پیوست. و بعد جالبه بدونید که با توجه به این که اعلام شد رسما خط تولید این ماشین به طور کامل برچیده خواهد شد، اعلام هم شد که طراح این ماشین، یعنی کسی که بادی این ماشین رو فلکس قورباغه‌ای رو طراحی کرده بود کیه؟ اینا کی طراحی کرده؟ فردیناندو پورشه. حالا من میگم خودم، خود پورشه بزرگ اینه. که بعدها کمپانی پورشه رو میسازه و داستان این ماشین اهورایی نمیدونم میلیون دلاری خودشو تولید میکنه. در حقیقت اون آقا طراح فولکس واگن بوده برای تولید خودروی فولکس بیتل که فولکس قورباغه خودمونه. میگن موقعی که ماشینا رو میساختن همده کارگرا میخواستن سوارشن، گفتن که البته میگم همین الان داشتم تصور میکردم شما یه فولکس قورباغه رو بگیرین همینجوری توپولی و گوندموند اینجا یه ذره بکشینش، دقیقاً میشه همین پورشه های 911 که الان مثلا توی خیابونام تردد میکنن، یه ذره بکشینش. خب این شایعه که میگن که در این کارخونه وقتی که درست کردن هنوز اس نداشته بودن، کارگرای می‌خواستن برن خونه، دوستا ماشین بود کنار میبرد، گفت تو اون ماشین جلویی این کیا بشینن، چند نفر بشینن، و در ضمن یه نفرم میپرسید که اسمشو چی بذاریم، این که میگفتش که کیا چند نفر بشینن، گفت پورشه، یعنی همه مردم برن توش بشینن تا پورشه. آها پورشه. آره. و اون وقت اونی که داشت مینوشت که اس چی بذاره اینو شنیده بود، گفت پورشه. خوبه دیگه. البته این جوکه ولی خوبه. میتونه جوک باشه. نه حتما جوکه. چون یارو اسم خودشو گذاشته رو اسم خودشه. بله دیگه، فردیناند پورشه. نه پر نمیشده. هر کاری هم میگرده پر نمیشده. تو ایران میگن پورش. پورش میگن ولی پورش خاله میگن. بله ولی خب با شورله هم میگن شورلت. حتی شورلت. آقا این بلیزر، این ماشین بلیزر، من یادمه در ایران بین این مدل‌های مختلف شورله این ماشین بلیزر یه چیز غول‌پیکر خیلی گنده ای بود تو ایران. حالا شاید من خیلی بچه کوچولویی بودم این ماشین بلیزر انقدر به نظرم بزرگ می اومد، ولی عجب این در خاطر من مونده. آره بعضی چیزا در ذهن آدم همیشه حک میشه. برای آره یه دونه اگه یادتون باشه بدنهاش حالت قهوه‌ای و سفید داشت. ماشین خیلی بزرگی بود. من حالا چیزی که در ذهن من حک شد و من خیلی علاقمند کرد به تقویم و تاریخ و ساعت و ساعت‌ها همین ژول ورن بود. شما ژول ورن رو داشتی صحبت می‌کردید. ژول ورن در اون 80 روز دور دنیا یه درس بزرگ تقویم داد. بیگ تایم، یعنی اصلا آیدین سرش تکون میده. آیدین چی بود؟ چه درسی داد؟ آخرش منظورتونه که درس چی بود؟ درس این بود که زمان در دنیا یکی نیست. شما امکان داره که وقتی که میرسیم به جایی فکر میکنیم که ساعت جای دیگه است، ولی اونجا 5 دقیقه هنوز مونده به اون ساعت. یه همچین چیزی آخرش مهمه دیگه که وقتی میرسه. ببین گردن کلفتر از این حرف هست. ببین یک داستان، اصلا داستان شیرینیه. داستان از این قراره که در یک باشگاه پولدارایی که جمع بودن تصمیم میگیره طرف که میگه من میتونم برم دور دنیا و دور دنیا رو بگردم و مدرک بیارم، همه دنیا رو ببینم و 80 روز دیگه اینجا باشم. و این قرار رو میذارن و این حرکت میکنه و میره به طرف مشرق، یعنی میره به طرف خورشید. همینطور که میره و یادداشت میکنه کجا میره، میاد مثلا اروپا، میاد به خاورمیانه، میره به خاور دور و بعد با کشتی و اینها خودش میرسه با آمریکا و از آمریکا برمیگرده و میرسه و همینجا که میرسه میبینه در دیر میشه و در دیر میشه و ناامید میشه، میبینه که درست وقتی میاد 80 روز تموم شده. و این با اونا منتظر بودن که این آیا میاد یا نه، و تو اون باشگاه نشسته بودن و این با ناامیدی میاد که باختشو اعلام بکنه. وقتی در آواز میکنه همه جیغ میکشن، دست میزنن، تشویقش میکنن که عجب اومدی به موقع. این نمیدونسته چرا به موقع اومده، برای اینکه این به حساب خودش 80 تا رو پر کرده ولی یه روز مونده، ولی این با طلوع و غروب خورشیدی که میدیده 79 تا بیشتر نبوده. برای اینکه شما وقتی که از این ور میرید روزاتون میشه به جای 24 ساعت 23 ساعت، و مثلا به اندازه سفری که میرید یک ساعت به اصطلاح پس انداز میکنید، و همینطور که برمیگردید در مجموع شما میتونید که
24 ساعت به راحتی جلو بیافتید. یعنی اگه یه دور دور کره زمین بزنی 24 ساعت جلو افتادی. جلو افتادی. جلو از اون ورقه بری از این ورقه بیای ضرر میکنی، ضرر میکنی. برای از اگه پشت به خورشید برید میرید سو فردا، ولی از این ور برید میرید به دیروز و ایشون طرف به طرف دیروز میرفته و چون به طرف دیروز میرفته یه رو پس انداز میکرد و وقتی رسیده برنده میشه. یکی از زیبایی ژول ورن و این داستان 80 روز دور دنیا همینه. به هر حال من چون این کتابو نخوندم اظهار نظر نمی کنم، ولی خیلی جالب بود. آیدین چی گفت؟ آیدین میدونست چیه ولی عمقش رو نگرفته بود. اونم ساعت رو متوجه شد. یه اختلاف ساعت وجود داره. یعنی نشسته اینم حساب کرده نویسنده، درسته که نه نویسنده میدونسته که اگه شما از این ور برید از این ور برید و از این ور برگردید به نفعتونه، اینو میدونسته. برای همین رو توی قالب داستان پیاده کرده و خیلی شیرینش کرده این داستان. این داستانای علمی تخیلی واقعا بعضیشون جالبه. حالا خارج از شوخی، وقتی به این سینمای هالیوود هم نگاه میکنیم و فیلمای علمی تخیلی که اینا میسازن که شاید یه بخشی از بیستش مربوطه به ماجراهای مثلا همین قضای ژول ورن و اینا باشه، میبینیم که چه داستانای عجیبی توش در میاد. مثلا همین جنگ ستارگان یا ارتباطی که آدم‌ها میتونن با فرازمینی‌ها داشته باشن، یا این داستانای جاسوسی که مثلا تو این جیمز باند نشون میداد، یه زمانی مثلا سکه‌هایی که توش یه چیزی کار گذاشته، یا مثلا این صحبتایی که امروز در مورد دنیای اینترنت و اینا میشه، ما خب مثلا 10 سال پیش مثلا نظر... توی بابا همین جام جمعی که موقع میگفتن که تو میشه تو یک الان گوگل رو شما نگاه کن توی کاسه نگاه کن دنیا رو ببینید خنده‌دار بود. دقیقاً گوگل رو نگاه می‌کنی الان جدی خودشه. یه چیز بگم من برایم، من می‌خوام در آگهی من یه جمله بگم. این ماشینای برقی و اینا بود همین 50 سال پیش بهتون میگفتن شما میخندید، درسته؟ الان شما فولکس بدون بنزین آره میره، قورباغه رو میذاری کنار، بدون راننده میره، تسلا رو میری وسط، تسلا شو. شما یه شنبه برنامه دارید؟ داریم، بقیهش اونجا بگید. باش.